سلام عرض میکنم خدمت شما، اردشیر احمدی هستم. با یه قسمت دیگه از برنامه جعبه سیاه در خدمتتون هستیم. مرسی از لطف و نظراتتون نسبت به این برنامه. ما همیشه هنرمندا، ورزشکارا، کسایی که سرشناس هستن، شناخته شده هستن رو داریم توی این برنامه، اما خیلی وقتا هم استعدادایی هستن که هیچ موقع شانس اینو پیدا نمیکنن که شنیده بشن. یکی از این استعدادها امروز مهمان ماه و کلیپی ازش پخش شد حدود 12 سال پیش، سال 83، که خیلی فراگیر شد توی فضای مجازی، دست به دست شد و خیلی هم میخواستن بدونن کیه کسی که این قطعه رو اجرا میکنه. بریم ببینیم، برمیگردیم، با ایشون در خدمتون هستیم. این بانی، امروز در خدمت ایشون هستیم. امین جان خیلی خوش اومدید. قربون شما برم، مرسی. داستان این چی بوده؟ میخوام با همین شروع کنم. چی شد که اصلا این یو پخش شد توی اینترنت، انقدر دست به دست شد و کیفیتش هم خیلی پایینه، فکر کنم مال اون دوران بلوتوث اینا باشه. بله دقیقاً. اجازه بدید من یه سلامی با بیننده داشته باشم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب احمدی و تمام بینندگان برنامه‌تون و تمام فارسی زبان‌های دنیا. در خدمت شما هستم. با همون شروع کن که چی شد که این کلیپ اصلا پخش شد؟ چون بله، یه چیز انگار یه دور همیه بود، با دوستان نشسته بودیم آهنگو میزدین. بله، توی باغ اونجا. عرضم به خدمت شما که این کلیپ حالا کیفیت آنچنان هم نداشت. به قول شما یه زمانی بود که موبایل ها خیلی ساده تر و فیلم برداری خیلی ساده تر بود، ولی خیلی ناخواسته پخش شد. این کلیپ خیلی ناخواسته پخش شد. خب حالا کسی هم البته گردن نگرفت هیچ وقت. چرا؟ مگه اتفاق بدی بود؟ نه اتفاق بدی نبود، ولی خیلی بهتر بود. بهتر بود. آقا نمیشه گفت. خیلی وقتا کاری که مثلا اینجوری میاد، همین دوره هم میاد بیرون، درسته. خیلی وقتا ماکت یه کار توی آره. موزیک دقیقاً خیلی بهتر از اون اصلش میشه که حالا بری توی واقعی تره، بیشتر به دل میشینه. بله دقیقاً. خوشبختانه حالا این کارم به گوش خیلیا رسید و اینکه این کار مال استاد تورج شعبان خانی بود ملودیش و شعر جناب فرهاد شیبانی. شنیدم این کارو. یعنی به چند نفر داده شده این کار؟ بله. اخیراً که از دوست هنرمندمون آقای آسرایی، فریدون آسرایی، من شنیدم این قطعه رو، ولی خب با یه سبک دیگه. دقیقاً سبکشه که مورد بحث من. جناب تورج شعبان خانی این آهنگو به یه سبک دیگه کلن ساخته بودنش، ولی خب من یه جور دیگه خوندمش. حالا خود ایشون شنیدن آهنگو با اجرای شما؟ نمیتونم. حتما شنیدن، ولی فکر میکنم شنیدن. بله. من... دلت میخواستی مال تو بود این کار؟ خیلی، چرا که نه. یعنی سوخت یه جوری؟ نه نه سوخته. خیلی از دوستان، خیلی هم خوب اجرا کردن. از خودت بگو، از اینکه کجا به دنیا اومدی؟ متولد چه سالی هستی؟ یه جورایی هم شهری هستی. اسمانی؟ ای که من میدونستم، حالا خواستی جالبه شدی. من متولد، حالا سنم هم بگم تا شما نپرسیدی. نه سنت هم پرسیدم. پرسیدی؟ متولد 16 دی ماه 1362. اصلا بهت نمیاد 33 سالت باشه؟ کسی بهت گفته؟ خب خیلی ها میگن، ولی خب اینم حالا شاید دلایلی داره. چیه دلیلش؟ دلایلش برمیگرده شاید به اون بیماری جسمی که من داشتم، حالا از بچگی و دارم. چه بیماری؟ بیماری تالاسمی ماژور. یه جاییش بله، یه جایی ماژور، البته نه ماژور موسیقی. همون گفتم چون هنرمندی شاید تالاسمی نوع ماژور گرفت. درسته. کم خونی هم مینور داره، ماژور داره. کم و زیاد. بله کم و زیاد. حالا میشه گفت قوی و ضعیف. من ماژور دارم. شما شدیدشه. بله شدیدشه که بدن خونسازی نرمال نداره مثل حالا تمام افراد دیگه، و این باعث میشه که من خون بدنم دفع بشه و برم حالا ماهی یه دفعه، ماهی دو دفعه خون تزریق کنم، و این شاید تحت شعاع این بیماری باشه.
یعنی کسایی که تالاسمی دارن کلا جوان میزنن. خیلی هاشون بله خیلی هاشون تالاسمی بگیری. خدا نداره. خدا نکنه. واگیر که نه. واگیر نه. بیماری سختیه. بیماری سختی که خب بیماری کلا سخته. حالا هرچی یه سر درد ساده. نه یعنی درد و اینا هم داری یا فقط همین دست و پاگیره دیگه همش باید دستت بنده بیمارستان و میتونم بگم این بیماری خیلی مرموزه. یعنی از داخل یه کارایی میکنه. چون فقط اون خونگیری ساده نیست. اینه که حالا به خاطر تزریق خونای دیگه آهن خونای دیگه وارد بدن شما میشه. حالا دور از جون شما میگم شما و این ازدیاد آهن خیلی میتونه عواقب بدی داشته باشه. پس یعنی این چیزایی که میگن خون سازه مثل پسته و جیگر اینا هم اون مال تالاسمیه مینوره که با رژیم غذایی چرا میتونه حل بشه. چیزای آهندار باید بخوریم ولی ما به خاطر تزریق خونای دیگه تمام آهن خونای دیگه انباشته میشه تو بدن ما و میشینه رو قلب به مرور زمان میشینه رو کبد حالا سیستمای دیگه بدن. بیماری سختیه تقریبا و اینکه شما باید هر شب درگیرش باشی چون یه مسائل دیگه ای برات به وجود میاره. فقط اون خونگیری ساده نیست. یه جایی هم شایعه شده بود الان نمیدونم شما در جریان هستید یا نه که امین سرطان داره. آره امین نمیدونم بودم. فوت شده اصلا. آره آره امین دور از جون خواهش میکنم. آره شنیده بودم میگفتن مریضی های ما داستانایی برات درست کرده بودن و خب دیگه از این صحبت ها زیاده. هنوزم چشمای تو مثل شبای پرستارت. هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه. هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. اما افسوس نمیگیره تا گلی از سر ایوونه تو پشمارد و فرومونی شب نمی غم زده است گوشه چشمانه من آبیخ. تا گلی از سر تماشاست. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره. ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره. اما افسوس تو رو خواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
همین 12 ساله که اون کلیپ اومده. خب خیلی از خواننده‌ها، خیلی از آهنگسازها، تهیه کننده ها، خود من این ور اون ور دیدن و تعریف کردن و گفتن به به چه صدایی، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی خب من لایو تو دیدم، خیلی صدات خوبه، یعنی بدون تعارف. صدات ورد داره، یعنی صدای قوی داری، مخصوصا برای اینکه روی صحنه بخونی. اما هیچ موقع ندیدم که اون قدم جدیه که برداشته بشه، یا اینکه یه آدم قوی بیاد پشتت که کارت چینه بشه. هیچ موقع اتفاق نیفتاده. چرا اتفاق نیفتاده؟ خب چرا، من خیلی جا رفتم، نشستم صحبت کردم، مذاکره کردیم، ولی خب به نتیجه نرسیدیم. میشه گفت حالا شانس درش شاید خیلی دخیل بوده. خب نه، حالا خیلی چیزای دیگه هم هست، فقط شانس نیست. یعنی شانس داری، صدای خوبی داری، فکر نمی کنی مال سیاست خودت باشه که بتونی پیشرفت بکنی، همه شانس نیست. من که سیاست اصلا ندارم. نداری؟ بله ندارم. من خیلی خالصانه جلو می رفتم، ولی خب شرایط سخت و قراردادهای سخت باعث می شد که اصلا زده بشتم. از بودن کسایی که پیشنهادهای جدی بدن بگن آقای بله. کار بکنی. بله. چیزی هست پشیمون باشی بگه کاش من اون یکی قبول کرده بودم؟ نه، همش انقدر نامردی بوده؟ نمیشه گفت نامردی، حالا نمیشه بیا اونا هم بالاخره یه داستان کاری خودشونو داشتن. آخه این هم آدم هر سال دارن میان. من تهیه کننده به شخص نباید با کسی که تازه خوانندگی رو شروع کرده یه جور رفتار کنم، با کسی هم که عمرش تو موزیک غرق بوده یه جور. یعنی میشه گفت یه دکتر خوب برای همه مریضاش یه نسخه رو نمیپیچه. ولی خب متاسفانه ما یکم بی سر زبون بودیم، به قول شما یکم بی سیاست بودیم، نتونستیم حرفمونو بزنیم. اگه سر زبون رو داشتی اوکی میشه، شاید بهتر بود. خیلی او اسپانی هستی، اسپانی اول زبونش به دنیا میاد دیگه. فعالیت جدی من شروع کردم از 3 سال پیش. شروع کردم با یکی از دوستان خیلی صمیمی که ایشون اصلا بیزینسشون چیز دیگه ای بود، موسیقی نبود، ولی خب به خاطر حس برادری که به من داشتن و دوست داشتن یه حرکتی به قول شما انجام بدن برای من و حالا یه چیز دیگه ای ببینن از امین، شروع کردیم با این دوستمون شروع کردیم کارو. خوشبختانه با تیم‌های خوبی هم کار کردیم. همینجا تشکر میکنم ازشون. استاد علیرضا افکاری، روز به بمانی، مهرداد نصرتی. ترکی چیزی دادی بیرون تا الان؟ تک آهنگ؟ بله، تو این 3 ساله که من همکاریمو شروع کردم با این دوستان. البته چند تا کار انجام دادیم، ولی خب دوتاش فعلا به دست همه رسید. اولیش به اسم پاییز بود که همون پاییز 3 سال پیش پخش شد و بعدیش هم مسابقه ثانیه ها بود و موزیک ثانیه ها که تیتراژ مسابقه ثانیه ها شد. الان برنامه‌ت چیه؟ میخوای چی کار بکنی؟ چون 33 سالته، هنوز آلبومی ازت نیومده، هنوز کنسرتی نذاشتی، خیلی سختگیری به نظر من. میگی که نمیدونم قرار داده سخته این فلانه، خب آخرش که چی؟ آخرش سنت همینجور میره بالا و شاید دیگه این فرصت تکرار نشه. ممکنه تکرار نشه، ولی خب ممکنه هم بشه. و اینکه من به این اعتقاد دارم که زمان هر چیزی باید فرا برسه، شاید من هنوز پخته نشدم. میدونی چرا اینا رو میگم؟ خیلی حیفه. یعنی شما لطف نه، واقعا حیفه. یعنی من اصلا تعارف ندارم باهات. صدای خوبی داری، اخلاق خیلی خوبی داری، چیزای المانایی یه آرتیستو داری، یعنی میتونی قشنگ روی حس. بعد آرتیستی هست که با لایو بخونی، یعنی حالا موزیک ویدیو درست کردن و تک آهنگ اینا خوبه، اما اون هنرتو تو لایو میشه فهمید، چون خوب ساز میزنی، با حس میزنی، با حس هم میخونی و من فکر میکنم خیلی راحت بتونید جای خودت تو مارکت پیدا کنی. اما نمیدونم، هیچ اقدامی نمیکنی، هیچ کاری نمیکنی، همش میگی حالا صبر کنیم، بپذیم و صبر کنیم. والا مطمئن باشید که من خودم هم ناراحتم، چون
حالا توی فضای مجازی همه شاکیان یه جورایی از من که چرا کار نمی کنی، چرا بیکار نشستی، چرا. ولی خب این داستان موسیقی هم برای خودش حکایت هایی داره. ما به یه جایی برخوردیم که حدود یک سال الان استوپیم. درسته میگن ایران موسیقیش مافیا داره؟ البته همه جای دنیا داره حالا. مافیا که حالا، ولی خب کار بلد زیاد داره. کار بلد؟ خیلی اصطلاح محافظ کارانه ای گفته. مجبوری. کار بلده چیکار میکنن؟ کار بلده کارشونو میکنن دیگه. ما هم کارمونو میکنیم. یعنی یک غم دیگه، یعنی یه سال مبهم دیگه. من از همون پاییز که رفتی کلان شدم یک آدم دیگه. تو اولین برگی که میریزه، دلتنگیای من شروع میشه. جوری تنم میلرزه که یک شب با موج سرما روبرو میشه. منو زخمی رها کردی، ببین با من چه کردی. خلاصم کن همین حالا اگه قرار بر نگردی. منو زخمی رها کردی، ببین با من چه کردی. خلاصم کن همین حالا اگه قرار بر نگردی. با اولین برگی که میریزه، انگار که تو گوت به این خونه. از بعد اون پاییز یک عمره، هر روز این خونه زمستونه. راحت نمیتونم بفهمونم حس کردن این درد یعنی چی. یک روز تنهاشی بهت میگم، تنهایی یک مرد یعنی چی. ببین با من چه کردی. خلاصم کن همین حالا اگه قرار بر نگردی. منو زخمی رها کردی، ببین با من چه کردی. خلاصم کن همین حالا اگه قرار بر نگردی. ساز چی میزنی همین؟ من نوازنده خوبی نیستم، همه جا گفتم. ولی خب از بچگی من به طور خودآموز، حالا یا خودمون بهش میگیم گوشی یا دلی، گیتارم یعنی یا خودت یاد گرفتی؟ من بله، من همه از مثلا نوت بلد نیستم. نمیتونی رو کتاب بزنی؟ اصلا دنبالش هم یعنی بلد. گوش کردی خودت زدی با گیتار؟ بله، من 6 سالم 7 سالم بود کیبورد یاد گرفتم با یکی از این کیبوردهای کوچیک که الان به عنوان اسباب بازی بچه ها ازش استفاده میکنن. اینا که فوت میکنن تو ملودیکا. ملودیکا با اونا؟ اونا هم بوده. بله اونا هم سخت تره انگار ملودیکا تا. خب دیگه اون دیگه همزمان باید هم نفستو بدی هم تسلط داشته باشی رو ملودی، یکم سخته. خب دیگه چه سازی؟ دیگه سنتور بود، 8-9 سالم بود سنتور بود، دوست داشتم نشستم مزراب گرفتم. سنتور هم اینگاه یه جور ساز مادره. شما برادرم خودش سنتور میزنه، اینگاه سنتور بزنی خیلی سازاره میتونی بعدش بزنی، درسته؟ والا مادر همه این ساز ها که حالا تا اونجایی که من میدونم نه ویالونه. بله پس چرا میگم پیانو؟ نه پیانو
نمیدونم چرا میگن، ولی ساز ویالون به خاطر اینکه حالا به اصطلاح ما رو پرده داره، نمیدونم نیم پرده داره، همه چی رو هم داره رو پرده. خب اون باید کوک بشه، ولی خب ویالون دیگه شما نمیخواد مثلا تغییرش بدی. حالا میگم من ویالون نمیزنم، تخصصی هم ندارم، ولی خب ویالون زنه از شنیده هم دارم میگم برات. خب خیلی دوست دارم. ساز بادی کوبه ای؟ ساز بادی نه، یا یه زمانی یادم میاد صداشو در آوردم، سخت خیلی هم خوشحال بودم. بله خیلی خوشحال بودم که صداشو در آوردم، چون واقعا سخته. دیگه الان نمیتونی در بیاری؟ چرا الان هم میتونم، ولی خب تمرین میخواد، هر کاری تمرین میخواد. گیتار من 18 سالم بود، اصلا قرار نبود گیتار یاد بگیرم. تولدم بود، مادرم برام گیتار خرید. بعد دیگه نشستم پاش دیگه دیدم نه میتونم یه کارایی باش بکنم. بعد دیگه به خاطر اینکه حالا گیتار یه جورایی ساز همراه من بهش میگم، خیلی راحت مثلا حمل و نقل میشه، میتونی ببریش این طرف اون طرف، حالا یه جورایی چسبیدیم به گیتار. و یه زمانی هم خیلی مد شده بود تو ایران، یادت میاد یه زمانی همه میرفتن گیتار یا مثلا بچه هاشون میذاشتن؟ آقا من دیدم، من دیدم تو کیس گیتار روزنامه میذارن مردم راه میرن. خب تو همون دوره یاد گرفتی که مد شده بود یا مثلا ربطی نداشت؟ نه دنبال این چیزا نبودم. امین هر کسی یه داستانی داره از اینکه چی شد اومد توی موزیک یا حالا هر هنر دیگه، داستان تو چی بوده؟ والا من از جایی که یادمه، یعنی از جایی که دیگه متوجه شدم که حالا میفهمم یه سری صدا رو، یه صدایی تو گوشم بود، طبقه حالا تو بیوگرافی تو صفحه مجازیم نوشتم اتفاقا اینو، یه صدایی همیشه تو گوش من بود و صدای دایی عزیزم بود که ایشون یکی از استادای قدیمی موسیقی سنتی هم، سنتی اصفهان. اسمشون چیه؟ استاد کریم سماوی. ایشون از 7 سالگی شاگرد استاد تاج اصفهانی بودن و با استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایی دیگه اینا، فکر میکنم احتیاج به معرفی نداشته باشن. بله هم دوره این عزیزان بودن که 3 سال پیشم ایشون در کشور هلند فوت شدن. خدا رحمت عمرشون دادن بهشون، خدا رحمت کنه اموات شما رو. آره از بچگی. پس دایی علت علاقه شما؟ واقعا حالا توی خانواده ما یه جورایی حالا میگن ارثیه، موروثی به من رسیده و لطف خدا بوده. چند تا خواهر برادری شما؟ 3 تا. 3 تا چی؟ من به غیر از خودم یه داداش دیگه دارم. کوچیکه شما؟ من بله تعتاقاری هم. خب داداش بزرگتر چند سال بزرگتر؟ داداشم ایشون هم اتفاقا دی ماهی هن 52 هن 10 سال. دقیق 10 سال. خواهرم متولد 61 هن. خب اونا چجوری حمایت میکنن؟ دوست دارن مثلا هنر تو؟ خب خیلی بله، خانواده خیلی موثره توی این داستان. همه میگن برو تو این کار، کسی مخالفت نکرده؟ نه نه خدا رو شکر نه. کسی دیگه تو از من هنوز که هنوز وقتی میخونم ما اونم گریه میکنه. کسی دیگه از بچه های خانواده، داداش خواهر کار موسیقی ساز بزنن؟ والا توی هنری دست داشتن، حالا توی نقاشی طراحی نمیدونم. این درسته میگن ارثیه، مثلا باید تو ژنش باشه هنر؟ فکر میکنم درسته، مایش رو میخواد دیگه. بل. چون خیلی وقت همه امکانات همه چی هم هست نداره اون مثلا صدا
اینکه ساز یاد بگیره بزنه. شاید هم یه جورایی تلقین باشه، ولی قدیمی ها هرچی گفتم درست گفتم. اگه برگردی به گذشته، یعنی به 12 سال پیش که این کلیپ اومده بیرون، همه جا سر صدا کرده، همه میخوان بدونن این کیه، پیداش کنن، یه جوری مالا کمکش بکنن که بتونه هنرش ارائه بده، فکر میکنی تو این 12 سال تصمیم غلطی گرفتی، اشتباهی کردی، یا همه چیش درست بوده، اون شانس نبوده؟ نه اشتباه که خب خیلی بوده، من راه و بلد نبودم. الان یاد گرفتی؟ کسی هم راه به من نشون نداره. الان فکر میکنی یاد گرفتی با تجربه الان؟ الان یه کمی بیشتر. 12 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ من از فرزام نمیتونم به شما بگم. حالا یه حدسی، یه ایده ای، چون هر کسی میدونه دیگه، مثلا میگه من میخوام فلان کشور باشم، فلان کارو بکنم. نه من ایده ای داری؟ راستش اگه بنا به رفتن اون طرف بود خیلی راحت میتونستم. از اونجا هم پیشنهاد داشتی دیگه قطعاً؟ بله. همیشه پیشنهاد اول از اونجا شروع میشه. بله داشتم، ولی خب من اصلا قصد اینو ندارم. چرا؟ دوست ندارم. خب فکر کنم 12 سال دیگه کجایی، چیکار میکنی؟ کنسرت داری؟ آلبوم داری؟ ان شاء الله همین جایی. همین جا دوباره؟ ان شاء الله همین جایی. حالا با خیلی چی میگن؟ دنبال این کلمه میگردم. کدومش؟ به موقعیت بهتر، اون چیزی که مردم دوست دارن ببینن، سعی میکنم که بشه انشالله. انشالله. حرف پایانی چیزی هست؟ اون دوربینته، اگه دوست داری باید با دوربینت صحبت کن. آرزوی موفقیت میکنم، سلامتی میکنم واسه. اشاره میکنن اون دوربینشو. بله منم بین این دوتا گیر کرده بودم یه جورایی. آرزوی سلامتی واسه همه دارم، همچنین شما، و امیدوارم اونایی که حقشونه، حقشون ادا بشه. مرسی، در خدمت شما هستم. ممنون، قربون شما برم. من واقعا نمیدونم چی بگم، اما فکر کنم بهترین چیز اینه که یکی از استعدادایی که به حقش نرسیده امین بانیه. ایشالله که کسایی که حالا تهیه کننده هستن، تو کار موسیقی هستن، توجه بیشتری بکنن، نه تنها به امین بانی، به کسایی که استعدادشو دارن اما اون به قول خودش بلده کاری و اون سر زبونو ندارن که بتونن پیشرفتشونو سریع تر طی بکنن. چون من مطمئنم یه روزی بالاخره میشه که شما روی استیج بری و ما هم اون پایین برات دست بزنیم. ممنونم. ممنون از بچه های تولید، آقا رضا ظاهری، بقیه بچه ها. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهد. حرفی ندارم وقتی آروم کنارم نشستی، جوری بهت زل میزنم که از نگاهم میترسی. اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم، نگام کن بذار بمیرم برات، من این حالم و دوست دارم. کنارم بمون اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم، نگام کن بذار بمیرم برات، من این حالم و دوست دارم.